نگاه بکنید به یک دکتر جمهوری اسلامی که چگونه صحبت میکنه و چه مطلبی رو میگه. ظاهرا خنده داره، بله باید هم خندید، اما در پس این خنده یک تراژدیه. نگاه کنید به این آقای دکتر. این چه کاریه با ما دارید میکنید؟ برید ببینید شیطان پرستا چقدر دارن خوشحالی میکنن برای این واکسن ها. این واکسن ها رو دارید به مردم میزنید، میگید واکسن کجاست، واکسن کجاست، همه جوره بچه مدرسه ما رو دارید کجاست میزنید. آقا این واکسن کجاست توش موادی هست که بچه تو رو نازا میکنه. به زن و شوهری که قبل از ازدواج میگن برو واکسن کجاست بگی، آقا مگه چند نفر تو کشور میخوان کجاست بگیرن؟ اگر ده نفر کزاز بگیرن بمیرن که بهتر از اینه که شما کل کشور رو نازا میکنی. اون وقت کتاباشون رو میخونی، میگه ما در سوئد توانستیم به بهانه کزاز 3 دهه واکسن کزاز به سوئدی ها بزنیم و نسل آنها رو منقرض کنیم. آقا واکسن 3 گانه زدید، جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن 5 گانه رو نزنید به این بچه ها. 15 سال دیگه، 17 سال دیگه این بچه ای که الان 2-3 سالشه، من اینو تو این کلیپا گفتم، آقایون یک بند انگشت جوان 20 ساله آینده ما لتناسلیش خواهد بود. یک بند انگشت. به فریاد این جوانای آینده برسید. اون وقت برید نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید، به دنیا میان 8 سانته. این مهمه که ما که انقدر علنی پشت میکروفونی حرف رو میزنیم یه وقواقعی نمیگفتیم. رهبرمون چند روز پیش اعلام کرد، فرمودن مشکلات جنسی جوانها رو به فریادشون برسین. دیگه چجوری بیاد بگه؟ اون باید اونجوری بگه، من طبیب باید علنی بیام عنوان کنم. آقا خبرها اینجوریه، مرغ ماشینی ندین، محو میکنه آلت تناسلی جوانها رو، نوجوانهای ما رو. اینا دارن خیانت میکنن به ما انگلیس ها و توسط وزارت بهداشت هم اعمال میشه. نمیدونم واقعا ملت ایران چه زمانی از دست این افراد دکتر اسلامی و همینطور بسیاری از آخوندها نجات پیدا میکنه با این مطالبی که میگن راجب سلامتی، راجب پزشکی. شاید تنها راهش این باشه که امام زمان ظهور کنه. ببینیم که آقای قرائتی در مورد ظهور امام زمان، یعنی ایشون موقعی باید بیاد که ظلم بیداد کرده باشه، بیاید ظلم بکنید. نگاه کنید بعد معاملت. حالا یه شوهرم اینجا القا کنم، اگر بعد معاملت ظلما، پس بیام همه گناه بکنیم، همه مون تلاش کنیم گناه بکنیم که دنیا پر از ظلم بشه. آقا زودتر بیاد. قرآن نگفت بعد معاملت ظالما، میگه بعد معاملت ظلما. ببینید یه وقت میگم وقتی دروا میکنیم که اینجا پر از دود بشه، لازمه همه سیگاری بشن. ممکنه یه نامرد یه کنده درخت بیاره اینجا، با هم یه کنده درخت اینجا رو برد، مثل صدام هم عراق رو خراب کرد، هم کویت رو خراب کرد، هم ایران. بعد ما مول از ظلم، اگر اینجا پر از دود شد درو با میکنیم. یه وقت میگم وقتی درو با میکنم که همه تون سیگار بکشید. در حدیث نگفته بعد ما مول ات کمک کنید، بعد ما مول ات ظالما. اگه بعد از اونی که دنیا پر از ظالم شد، بله همه مون ظلم کنیم که آقا بوده، میگه بعد ما مول ات ظلما. اینا دقیقه. ما دعاها رو ساده میگیم، عهدن و عقدن و بیعتن. تو راحت نشیم از اینا. عهد این تعهد با امام زمان، تعهد بعدش نه گره بخورید با امام زمان، عقدن گره بخور، بعد میگه نه و بیعتن.